آیا اکسیر جوانی وجود داره؟ اولین زنی که جام حیات ابدی رو نوشید سلام یکی از رویاهای های همیشگی بشر دست یافتن به فرمول اکسیر جوانی بوده اینکه که بتوان با نوشیدن جامی به عمر ابدی دست یافت و نامی را شد کارشناسان ژنتیک اخیرا اعلام کردند که منبع جوانی رو یافتند دعوت میکنیم تا پایان این ویدیو همراه ما باشین شما میتونین با سابسکرایب کردن کانال آلبالو و زدن زنگوله از جدیدترین ویدیوهای این کانال مطلع بشین در یوتیوب راهی برای درآمدزایی شما دوستان هم ایجاد شده که با کلیک بر روی لینک روبرو این فرصت را رو برای خودتون ممکن میکنید دانشمندان در تلاش برای اثبات این موضوع هستند که روند پیری در بدن انسان به اندازه تلومرها بستگی داره یعنی هرچه تلومر بلندتر باشه عمر فرد طولانی خواهد بود در سال 2016 میلادی مدیر 45 ساله مؤسسه آمریکایی بایوویا الیزابت پریش مدعی شد توانسته مراحل ژن درمانی برای مبارزه با روند پیری رو به سلامت پشت سر بگذاره این روش درمانی شامل حذف دو تاثیر اصلی در روند پیری انسانه کوتاه بودن تلومرها و از دست دادن تراکم ماهیچه ها. تلومرها پایانه فیزیکی موجود در انتهای کروموزوم ها هستند. وظیفه اونها جداسازی شماری از سلول ها قبل از تخریب شدنشونه. اندازه تلومر در هر فردی متفاوت با دیگریه. شواهد تجربی نشان می دهد که طول تلومر هر DNA ای بر اثر هر تقسیم به مرور کوچکتر خواهد شد و در نهایت بعد از تعداد تقریبا مشخصی تقسیم سلولی به حدی کوچک می شود که به آن طول بحرانی می گویند. و کوچکتر از آن ممکن نیست. این تعداد تقسیمات سلولی تقریبا برابر با 50 ساله. بعد از این پروسه پیر شدن در سلول ها آغاز میشه. در تحقیقات مشخص شد که دی این ای رو میتوان با کمک آنزیم تلومر بازیابی کرد. در سال 2015 میلادی قبل از آغاز روند درمان خون الیزابت مورد آزمایش قرار گرفت. طول تلومرهای لکوسیت ها 6 ممیز 710 بود. در سال 2016 بعد از پایان یافتن روند درمان دوباره خون الیزابت مورد آزمایش قرار گرفت. درازی لکوسیت های تلومر به هفت ممیز سی, سی جفت افزایش یافته بود به این معنی که لکوسیت های موجود در خون سوژه ده سال جوانتر شده بودند. این آزمایش در کشور کلمبیا صورت گرفته چون انجام چنین تحقیقاتی در آمریکا غیرقانونی و ممنوعه هدف دوم از انجام این آزمایش تلاش برای خاموش کردن تولید پروتئین مایوستین این پروتئین مانع از رشد و جداسازی بافت ماهیچه ها در بدن میشه اگر نتایج موفقیت آمیز باشند تغییر شگر و انقلاب بزرگی در علم ایجاد خواهد شد نظر شما در این رابطه چیه آیا افسانه های قدیمی که آرزوی بسیاری از مردم در گذشته و چه بسا در زندگی امروزه می تواند رنگ واقعیت به خودش بگیرد؟ نظراتتون رو در کامنت ها با ما در میون بگذارین و برای تماشای ویدیوهای دیگر این کانال بر روی که از ویدیوهای روبرو کلیک کنید.